سلام به شما بینندگان عزیز شبکه اینترنتی روشنان. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. با یک جلسه دیگه از مرورمون به مباحث روانشناسی تکاملی در خدمتتون هستم. موضوعی که توی این جلسه میخوام راجع بهش صحبت بکنیم این هستش که خواستگاه گونه ما از کجاست. در واقع میخوایم به این سوال قدیمی و معروف جواب بدیم که از کجا آمده ایم. همونطور که قبلا تو ارائه قبلی هم گفتم، مرجع ما برای پاسخ دادن به این سوال‌ها و اون مرجعی که داریم از روش این مطالعه رو انجام میدیم، کتاب روانشناسی تکاملی نوشته دیوید باس هست. اگه یه ماشین زمان درست کنیم و تنظیمش کنیم رو بوده 100,000 سال پیش و برگردیم به اون موقع، احتمالا با صحنه‌های عجیب خیلی زیادی مواجه میشیم و یکی از این صحنه‌های جالب و تعجب برانگیز این هستش که گونه‌های بیشتری از انسان رو روی زمین خواهیم دید. میبینیم که ما تنها گونه انسان روی زمین نیستیم. توی اروپا هومو ناندرتالا دارن زندگی میکنن، توی بخش‌های آسیایی و حتی تا آسیای شرقی گونه هومو ارکتوس دارن زندگی میکنن و خب ما هم که به عنوان گونه هومو سیپینز توی زمین هستیم و ما تنها گونه انسان موجود در جهان نیستیم. حالا این سوال پیش میاد که خب منشأ این گونه از کجاست و این گونه از کجا اومده. دو تا فرضیه راجع به این قضیه مطرح میشه. یک فرضیه خروج از آفریقا هست که میگه گونه ما انسان ها از آفریقا خارج شده، مثل بقیه گونه‌های دیگه انسانی که در آفریقا تکامل پیدا کردن و از آفریقا خارج شدن و به بقیه جای دیگه دنیا رفتن. یک فرضیه دیگه وجود داره که معتقده که ما در جاهای مختلفی از جهان تکامل پیدا کردیم، گونه ما انسان ها، گونه انسان خردمند هومو سیپینز، و انگار در جاهای مختلف یک مسیر تکاملی رو طی کردیم و کم کم همه جای دنیا دیگه الان هومو سیپینز هست، به خاطر اینکه از 30,000 سال پیش به این ور دیگه گونه‌های دیگه انسانی وجود ندارن و تنها گونه‌ای هم که همین الان در زمین وجود داره از انسان‌ها همین گونه انسان خردمند یا در واقع گونه خود ما هستش. این سوال از این دو فرضیه قراره بررسی بشه، اینکه منشأ ما آیا از آفریقاست، آیا همه ما از آفریقا خارج شدیم و یا نه در جاهای مختلف دنیا مسیرهای مختلف تکاملی رو طی کردیم و در نهایت همه دنیا الان شدن هومو سیپینز. برای بررسی این دو تا فرضیه در سه محور میتونیم این بررسی رو انجام بدیم. اول این هستش که بیایم مطالعات آناتومیکی انجام بدیم و آناتومی این گونه‌های مختلف انسان رو که الان فسیلاشون هم در دست داریم رو بررسی بکنیم. بررسی این مسئله خب ما نشون میده که ما تفاوت خیلی زیادی در آناتومی بدنمون داریم با اون گونه‌های دیگه. برای مثال مثلا تفاوت زیادی داریم با گونه هومو ناندرتال. هومو ناندرتال همین تصاویر معروفی هستش که به شکل انسان‌های اولیه هم تو اینترنت اینا می‌بینیم، انسان‌های تنومندی که هیکل‌های درشتی دارن، قدشون نسبتاً کوتاه‌تر از قد ما هستش، حدود میانگین قدشون 150 سانتی متر بوده، فک و گونه‌های برجسته و بزرگ دارن، سطح پیشانی یکم به عقب متمایل هستش و این استخوان بالای ابرو هم برجسته تر و کلفت‌تر هست و در مجموع از لحاظ آناتومیکی با همدیگه تفاوت زیادی داریم و این نشون میده که احتمال و امکان آمیزش با همدیگر رو هم نداشتیم و به شکل گونه های متفاوتی همزمان داشتیم با همدیگه زندگی میکردیم و اینکه ما از تبار اونها باشیم و یا حاصل تکامل از اونها باشیم رو این تفاوت بسیار زیاد در آناتومی بدنمون تقریبا منتفی میکنه. و در واقع اگه بخوایم از لحاظ آناتومیکی این گونه ها رو بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که بین این دو فرضیه خروج از آفریقا و فرضیه تکامل انسان در جاهای مختلف دنیا و تبدیلش همشون به این گونه فعلی، فرضیه خروج از آفریقا
قوی تر هستش و بررسی آناتومیکی خروج از آفریقا رو تایید میکنه. به خاطر اینکه بعد فسیل هایی هم که پیدا میکنیم باز ریشه ما رو دوباره به آفریقا برمیگردونه. یه محور دیگه که میتونیم بررسی بکنیم بررسی های باستانشناسانه هستش. از این ابزارهایی که پیدا میکنیم و مطالعات باستانشناسانه و حفاری هایی که انجام شده، خب از زمان انسان ماهر یا کاربرز در واقع همون هوموهابیلیس، خب گونه انسان و سرده انسان ابزارساز بوده و ابزار تولید میکرده و از همون موقع هم تو همه مطالعات باستانشناسی که انجام میشه ابزارهای خیلی ساده و اولیه عموما از جنس سنگ، سنگهای کمی تراش خورده، عاج فیل و یا استخون حیوان ها هستش که نشون میده انسان ها از همون زمان مثلا حدود 1.5 میلیون سال پیش از زمان هوموهابیلیس ها از ابزار استفاده میکردن و ابزارساز بودن. تا حدود 40 تا 50 هزار سال پیش همچنان تو همه مطالعات باستانشناسانه همین ابزارها هستش که تو حفاری‌های مختلف در کنار انسان‌های مختلفی که هم در کنار مثلا فکر کنید اسکلت هوموارکتوس هم همین ابزارها پیدا می‌شده، در کنار اسکلت هومونئاندرتال‌ها هم و محل سکونت اونها هم همین تقریبا همین ابزارهای اینچنینی پیدا می‌شده و جایی که هومو سیپینس انسان خردمند گونه ما هم بوده همین ابزارها هستش. اما از حدود 40 50 هزار سال پیش یک تحول عمده اتفاق میفته و شکل این ابزارها و دست ساخته هایی که پیدا میکنیم خیلی تغییر میکنه. برای مثال ما از این موقع به بعد مجسمه پیدا میکنیم، یعنی یک شکل هایی که انسان ها ساخته بودن، یک معروف ترینش یک مجسمه هستش با سر شیر و بدن انسان و یک سری ساخته های اینچنینی، یعنی که ابزارها خیلی پیچیده تر و ماهرانه تر و دقیق تر شدن. یا آثار هنری پیدا میکنیم، مثلا ظرف و ظروفی که روشون نقاشی دارن به شکل هنرمندانه ساخته شدن، توشون ظرافت های هنری به کار رفته. این دوره رو ازش به عنوان انقلاب شناختی یا انفجار خلاقیت نام میبرن. و البته یک نکته مهم هست، همه این چیزهایی که گفتم که پیدا میکنیم پیدا کردن باستانشناسان همشون مربوط به گونه انسان خردمند هستش و هوموناندرتالا و هوموارکتوس ها بقیه هوموهای دیگه که احتمالاً توی دنیا زندگی میکردن هیچ سهمی در این انقلاب شناختی و این انفجار خلاقیت نداشتن. و تقریبا از همین زمان بعد هم هستش که دیگه انقراض گونه‌های بعدی شروع میشه و تقریبا آخرین اسکلت های ناندرتال هایی که پیدا شده مربوط به حدود 40 هزار سال پیش توی کرواسی هست که دیگه انگار آخرین ناندرتال هایی بودن که روی زمین زندگی میکردن و از اون بعد دیگه اثر دیگه ای از هیچ گونه انسان دیگه غیر از گونه ما انسان خردمند هوموسیپینس توی دنیا وجود نداره و نشون میده که همه اونها منقرض شدن. در واقع از حدود احتمالاً 60 هزار سال پیش که انسان خردمند از آفریقا خارج شده بر اساس فرضیه خروج از آفریقا تا حدود 30-40 هزار سال پیش همچنان انسان خردمند هوموسیپینس، هوموارکتوس، هومونئاندرتال، حالا هومونئاندرتالا بیشتر توی اروپا و هوموارکتوسا بیشتر توی این بخش آسیا و اینا زندگی میکردن. ولی از حدود 30 هزار سال پیش 40 هزار سال پیش به این سمت هر چه سمت جلوتر بیایم دیگه نشونه ای از سایر گونه های انسانی توی دنیا وجود نداره. بنابراین مطالعات باستانشناسانه هم این رو نشون میده که ما از تبار اونها نیستیم و مسیرهای متفاوتی رو در تکامل طی کردیم و حتی اینکه دیگه اونها وجود ندارن و فقط ما هستیم هم حاصل نزاع‌هایی بوده، چون که نشانه‌هایی از نزاع بین این دو گونه پیدا شده که هوموناندرتالا منقرض شدن، خب مثل بقیه انقراض‌های دیگه که توی زمین جدیدن داره اتفاق میفته گونه انسان خردمند انسان ما تاثیر زیادی توش داشتیم و نقش داشتیم احتمالاً توش، هم به خاطر اینکه به خاطر انقلاب شناختی و توانمندی‌های بیشتری که گونه انسان خردمند پیدا کرده بوده احتمالا منابع رو بهتر در اختیار خودش گرفته و محل زندگی و منابع برای سایر انسان‌های دیگه که رقیب‌ها شدن محدودتر شده و همینطور جنگ و خونریزی هم بینشون اتفاق می‌افتاده و از غیر معلوم ما دست بالاتر رو داشتیم، قوی‌تر بودیم و تونستیم همه اینا رو منقرض کنیم و الان خودمون تنها گونه موجود در زمین باشیم، گونه انسان. بنابراین مطالعات باستانشناسانه هم فرضیه خروج از آفریقا رو تایید می‌کنه. یه محور دیگه که میشه بررسی کرد که خب خیلی دقیق‌تر بهتر از بقیه‌شون شاید باشه مطالعات ژنتیکی هست که پیشرفت علم تو سال‌های اخیر رو توانمندیامون در بررسی ژنتیکی این رو خیلی راحت‌تر کرده و جواب‌های خیلی بهتری هم بهمون میده
این نشون میده که ما فاصله ژنتیکی نسبتاً زیادی با گونه‌های دیگه داریم. نزدیکترین جد مشترکمون با ناندرتال‌ها حدود 400 هزار سال پیشه، یعنی حدود 400 هزار سال پیش گونه ما و گونه هومو ناندرتال‌ها از هم دیگه جدا شدن و مسیرهای متفاوتی رو طی کردن. اشتراک ژنتیکی بسیار کمی بین گونه انسان خردمند هوموساپینس ما و گونه ناندرتال‌ها وجود داره، اولوش مثلا 4-5% حد اکثر، که البته این هم یک نکته مهمی داره، اینکه بعضی معتقدن که یک سری آمیزش‌های اتفاق احتمالاً بین انسان خردمند ما و ناندرتال‌ها اتفاق افتاده، حالا مثلا تو جنگ‌ها یا در قالب تجاوز بوده یا یک سری مثلا آمیزش‌های خیلی خیلی مختصری که این اشتراک ژنتیکی رو بخواد توجیه بکنه. اما مسئله هست اینه که حتی همین درصد خیلی کمی از ژن ناندرتال ها که در ژنوم ما انسان ها هم پیدا میشه، در ژنوم هر وقت میگم ما انسان ها منظورم گونه ما انسان خردمند هستش، باز درصد این هم توی آفریقا زیادتره. یعنی مثلا اینطور به نظر میاد و اینطور باید انتظار داشته باشیم که چون ناندرتال ها بیشتر تو بخش اروپایی زندگی میکردن و اگر این اشتراک ژنتیکی حاصل آمیزش ما انسان ها با ناندرتال ها باشه و از طریق این آمیزش مثلا احتمال اروپایی ها با ناندرتال ها تو بقیه جای دنیا پخش شده باشه، پس باید انتظار داشته باشیم که درصد ژنوم ناندرتال ها در اروپایی ها زیادتر باشه. اما این اتفاق نیفتاده، اینجوری نیستش و حتی همین درصد ژنوم ناندرتال ها در آفریقایی ها و ساکنان فعلی آفریقا زیادتره. مسئله بعدی اینه که گونه ما تنوع ژنتیکی بسیار بسیار پایینی داره و همه ما انسان ها که الان روی کره زمین زندگی میکنیم از لحاظ ژنتیکی بسیار به همدیگه نزدیک هستیم و این قرابت ژنتیکیمون بیشتر از سایر گونه های دیگه هستش. این نشون میده که ما احتمالاً از تبار یک تعداد بسیار محدودی هستیم. احتمالاً بوده مثلا 300-400 نفر بودن که از گونه ما باقی مونده بودن در اثر اتفاقاتی که حالا در اون زمان مثلا در حدود 300 هزار سال پیش توی شرق و جنوب شرقی آفریقا اتفاق افتاده بوده و همه ما از نسل اون تعداد محدود بسیار افراد هستیم و به همین خاطر هستش که اینقدر شباهت ژنتیکی گونه ما همه افرادش با هم دیگه بالاست. و نکته مهمتر اینه که درسته که در کل گونه انسان شباهت ژنتیکیشون با هم زیاده و تنوع کمی دارن، اما باز هم در ساکنین آفریقا تنوع ژنتیکی بیشتری به چشم میخوره و این نشون میده که انگار اون چشمه جوشان گونه‌ها و انواع در آفریقا هستش و یک سری رودهایی از اون به بقیه بخش‌های دنیا مثلا سرازیر میشده، ما یک سری رودهایی هستیم که از اون سرچشمه گرفتیم، به خاطر اینکه در حتی همین گونه هوموساپینس در گونه خود ما هم تنوع ژنتیکی در آفریقایی‌ها بیشتر از ساکنین بقیه جای دنیا هستش و همین مطالعات ژنتیکی هم باز هم فرضیه خروج از آفریقا رو تایید میکنه. این که احتمالا همونطور که این فرضیه میگه یه چیز حدود 60 هزار سال پیش گونه ما انسان خردمند از آفریقا خارج شده، وارد هلال خسیر یا همین هلال سرسبز، هلال حاصلخیز شده توی منطقه خاورمیانه و از اینجا به بقیه جای دنیا پخش شده. در حدود 30 یا 40 هزار سال پیش یک اتفاقی در گونه ما میفته که ازش به اصطلاح انقلاب شناختی یا انفجار خلاقیت نام برده میشه، اینکه میتونیم در جمعیت‌های بیشتر زندگی بکنیم، یک سری رفتارهایی رو بروز میدیم که در سایر گونه‌های دیگه نیستش، همین مثلا آثار هنری و ابزارات دقیق‌تر و تیز و ماهرانه‌تری که وجود داره، سایر گونه‌های دیگه از حدود 30000 سال پیش به این ور دیگه وجود ندارن و از 30000 سال پیش به این طرف ما تنها گونه‌ای هستیم از انسان که روی زمین باقی موندیم و البته همچنان هم مثل طول عمرمون به منقرض کردن سایر گونه‌های دیگه مشغولیم. پس این بررسی ژنتیکی هم همین فرضیه خروج از آفریقا رو تایید می‌کنه. البته همچنان این جدال وجود داره و همچنان طرفداران اون فرضیه تکامل در جاهای مختلف که میگن که 1.8 میلیون سال پیش که از آفریقا خارج شدیم، گونه‌های مختلف انسان جای مختلف دنیا رفتن و مسیرهای مختلف تکاملی رو طی کردن تا اینکه همه‌شون به این انسان خردمند تبدیل شدن. اونها هم باز یک سری از این شواهد رو مثلا میگن که نه، این شواهد رو شما دارید یه جوری تفسیر میکنید که حتما خروج از آفریقا تایید بشه. این جدال هنوز وجود داره، اما تقریبا اون نظریه تایید شده و مورد قبول اکثر دانشمندان دنیا و اون چیزی که دیگه به صورت قطعی تقریبا فرض میشه همین فرضیه خروج از آفریقا هستش. خب اینم راجع به بررسی
اینکه از کجا آمده ایم. اگه به این مطلب علاقمند هستید حتما کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید. خیلی ممنون میشیم اگر ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. از همراهیتون مثل همیشه خیلی سپاسگزار هستیم. تا ارائه بعدی و موضوع بعدی، خدا نگهدار.